میبینم. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ را اجرا میکنم با حضور جناب آقای امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. همین الان میخوام در همین آغاز عرض سلام کنم خدمتشون، چون یه گله‌ای دارم. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما. گله مند هستین از من؟ چی شده؟ من چیکار کردم؟ برای اینکه هفته پیش نشد با شما صحبت کنم، نشد گفتگو کنیم و گناه از من بود. در نتیجه مدیران اندیشه ناگزیر شدند یکی از برنامه‌های گذشته رو از نو پخش کنند. بله درسته؟ بله کاملا. البته من حالا میفهمم گویا شما سخت گرفتار فرستادن تازه ترین، یعنی فرمای تازه ترین کتابتون به چاپخانه بودین. بله. این کار زندگی و زمانه احمد کسروی گویا بسیار وقتگیرتر از آن بوده که شما اندیشه میکردین. البته من به یاد دارم که 3 ماه پیش وعده ارسال اون رو به چاپخانه داده بودید. چرا این همه به درازا کشید؟ مگر نه اینه که زندگی و زمانه احمد کسروی در برگیرنده 3 کار زندیات احمد کسروی است؟ یکی زندگانی من، 10 سال در عدلیه و چرا از عدلیه بیرون آمدم. بله. پس چرا این کار ویرایش این همه طولانی شد آقای امینی؟ معلومه خیلی دقیق کار کردید. عرض کنم به حضورتون که ببینید ما با 2 نوع کار ویرایش روبرو هستیم. کسی تاریخ سیستان رو برمی‌داره مثل ملک و شعرهای بهار، اون رو ویرایش میکنه و به این معنا که واژه‌هایی که جا افتاده یا واژه‌هایی که تو پهلوس یا ناروشنه اینها رو بررسی میکنه و کار به هر حال دشواری هم هست. گاه در نوشتارهای امروزی هم ویرایش به این گونه انجام میگیره که رسم نوشتاری رو با رسم نوشتاری امروز هماهنگ‌تر میکنند و واژه‌ها رو جدا میسازند یا نزدیک میکنند، چیزهای از این دست. کار ویرایش یا بازبینی کارهای احمد کسروی از سوی من تنها ویرایش نبوده. اگر شما به شیگری بنگرید میبینید که کتابی که نزدیک به 100 صفحه بیشتر نبوده به 350 صفحه تبدیل شده و من تنها ویرایش نکردم، من بازبینی کردم و افزایش به این کتاب، افزوده هایی رو به این زیرنویس داریم. باز افزایی کردین؟ بله، در صوفیگری بخش هایی رو حتی افزودم، یعنی بخش های نه زیرنویس، بخش های دیگری رو. بخش زندگانی من و 10 سال در عدلیه و البته به نادرست گفته شده چرا از عدلیه بیرون آمدم که عنوانش چیز دیگری است، ولی با همون عنوان من از اون بهره گرفتم. به راستی دوره ای از تاریخ ایران است، دوره‌ای که نه تنها زندگی احمد کسروی رو در بر می‌گیره بلکه تاریخ عدلیه ایران است. درگیری ساختارهای سکولار با شریعت است، دوران دادگستری داور و رضا شاه است و روی هم رفته رفتار تصویرهای تاریخی زیادی در کنارش است. خیلی زیاد. بله، یعنی این کتاب، این مجموعه 3 بخش شاید 170-180 صفحه باشه و کتابی که راهی چاپخانه شده نزدیک به 600 صفحه است. و خب هنگامی که به شما گفتم وسواس درگیر شد که بازبینی کنم، دوباره بیاندیشم، دوباره نگاه کنم. یک کاری رو هم که من انجام میدم و در فرهنگ ما ایرانیان نیست، در فرهنگ تاریخ پژوهان ایرانی هم نیست، در اصلا در فرهنگ نویسندگان ایرانی هم نیست، ولی در غربی ها وجود داره، این است که من کار خودم رو پیش از انتشار در دست چند نفری قرار میدم. از جمله نسخه‌ای رو برای شما فرستادم و به ویژه از کسانی که کار کردن. میخواهم که 2 نفر از دوستانی که در پاریس در مورد زندگی کسروی کار کردن، از اونا میخواهم که نگاه کنند و کمک یاری برسانن به من. در فرهنگ غربی به این میگویند
یعنی پیرین، یعنی پیر به معنای پیر، نه یعنی بررسی هم کسوتان، هم ردیفان، و این کاری است که خیلی رواج داره، پذیرفته است در فرهنگ پیشرفته دنیا. در فرهنگ ما اگر شما یک نوشته رو برای یک کسی بفرستید، ممکنه اون رو برداره به نام خودش چاپ کنه. اینکه مردم اینو برای کسی نمیفرستن، پوزش میخوام، ولی این کارا رو میکنن در فرهنگ ما. ولی من بر روی این کار رو کردم، هم در مورد کار شیعیگری این کار رو کردم، هم در مورد صوفیگری، و این بار هم این کار رو با یکی دو تن از دوستان انجام دادم، یا از کسانی که بر روی میدانستم که داوری هایی دارند، و از اونها یاری خواستم و یاری هم کردم. یعنی آنجایی که من شاید ناروشنی هایی داشتم، اونها به من یاری رساندن. برای که هدف این نیست که تا چند اندازه کار من درست باشه، هدف این است که تا چند اندازه من چیزی که در برابر خواننده قرار میگیرد، آگاهی های درستی رو در برابر مردم قرار بده. اجازه بدید نمونه خدمتتون بگم. کسروی در بخشی از کار خودش در زندگانی من اشاره گذرا میکنه به یه ماجرا، یک بازرگانی که در تبریز شنیده بوده میخواسته برود به سفر، و آدمی میآید جلو رو میگیرد و میگوید بدهی من رو بده، که خب همش ساختگی بوده، و توضیح میده. خیلی داستان جالبی است که اینها کارها و شیادی هایی بوده که انجام میگرفته، ملایان هم در این کار درگیر بودن، و میگوید یه دستگاهی وجود داشته به نام عدول، یعنی عادلان، که اینها بر پایه آن که در قرآن گفته شده پیمانهای خودتون رو بنویسید، این آیه قرآنی است، پیمانها رو بنویسید و دو نفر هم شاهد بشوند، دو نفر مرد هم شاهد بشوند. اینها شاهد بودن، منتها اینها شاهدهای حرفه‌ای بودن، یعنی پیرامون دستگاه قاضی شهر جمع میشدن، و هر که پول به اینها میداده، اینها میامدند و عدول اون مدعی بودند، هر کی بیشتر پول میداده. ماجرایی رو توضیح میده در این کتاب، و در پایان مینویسه که پس از اینکه این بازرگان موفق شد و کسی بهش یاری رساند، بیرون که از این دادگاه یا از این خانه قاضی شهر یا مسجد یا هر جایی که بوده که به هر حال گرد هم آمده بودند می شود، اون کسی که کارش رو انداخته میگوید که چند پناد به من بده، یا پناد، چند پناد بده من به این عدول بدم، پناباد ببخشید، چند پناباد بده. خب کسانی که در تبریز بزرگ شدن یا در آذربایجان بزرگ شدن، کهنسالتر از من و شما هستن، میدونن پناباد وجود داشته در تبریز، و گویا ده شاهی بوده. من مثلا برای اینکه بتونم نشون بدم این پناباد چی بوده، ریشه تاریخی اون رو جستم و نشان دادم که این سکه پناهآبادی سکه‌ای بوده که یکی از بزرگان طایفه جوانشیر در شوشی، پناهآباد نزدیک شوشی، ضرب کرده در دوران آغاز قاجار، دوران زندیه در واقع، در دوران زندیه و قاجار ضرب کرده، و سکه پناهآبادی بوده، و این سکه پناهآبادی رفته رفته شده پناهآباد. و خب اینها تو زیرنویسا هست، یعنی برای مردم توضیح دادم که پناهآباد یعنی سکه پناهآبادی، و پناهآباد کجاست، زمان گرفته. و راستی هم این است که باید این کار بزرگ کسروی رو، یعنی کارهای کسروی رو باید اجر داشت، و امید من این بود که این کتاب در 70 سالگرد کشته شدن احمد کسروی در آغاز، یعنی در پایان سال گذشته ایرانی در اسفند به چاپ برسه، آماده نبود، و اینک به هر روی هنوز ما در 70 کشته شدن احمد کسروی هستیم، و به پاس اون سال در واقع این کتاب، به پاس این سالگرد این کتاب منتشر می شود. آقای امینی، شما حافظ چه میگوید و بهایی گریرم منظور می دارید توی
ببینید حافظ چه بگوید؟ نه، برای اینکه من آشنا نیستم، من حافظ شناس نیستم و کار من این نیست. من در رشته هایی که آشنا نیستم کمتر به خودم اجازه میدم که خیلی اظهار فضل کنم. شما کلی شعر بلدین. شعر بلد بودن با شعر شناسی و حافظ شناسی خیلی فاصله داره. جناب مولی شما لازم برای هر چیزی یه جواب دارین ها، یادتون باشه. جناب مولی شما نیک میدونید ما ایرونی ها در همه چیز متخصصیم. دکتریم، مهندسیم، معماریم، موسیقیدانیم، شاعریم، سیاستمداریم، همه چیز هست. من از سالهای درازی پیش به خودم یاد دادم که متخصص در همه چیز نیستم. گاه می شود که این رادیو تلویزیون های جهانی مانند دویچه وله یا مال فرانسه یا کشورهای دیگر با من تماس می گیرن، مثلا بی بی سی می خوان در مورد با من مصاحبه کنن، و وقتی من پاسخ میدم این رشته تخصص من نیست، اون آقای یا خانمی که تلفن میکنن تعجب میکنن، میگن که شما اولین کسی هستی که به ما پاسخ میدهید که این رشته تخصصتون نیست. چون ما با هر همیهن دیگری ایرانی دیگری تماس میگیریم همه چیز مورد تخصصتون هست. من کوشش میکنم همه چیز مورد تخصصم نباشه، حافظ شناس نیستم، بنابراین به بخشهایی از کار یا رمان در با پیرامون رمان، کتاب بسیار دردناکی است از کسروی، در پیرامون رمان دردناک از این منظر که من کسروی رو براش احترام قائلم، ولی به نقد از رمان پرداخته، میگه این بختکشی است، این آزار مردمه که داستان میسازن. با رمان دشمنی داره کسروی، میگه این اصلا به درد نمیخوره. خب من به هر روی در این جایگاه نیستم، ولی اصلا آشنایی من با زبان فارسی با رمان آغاز شد. با رمان آغاز شده، با تخیل اصلا با رمان آغاز شده. آقای امینی داستان ناصرالدین شاه رو شنیدین دیگه؟ نه؟ حتما بفرمایید. نه حتما شنیدین، ببخشید. به هر حال من میگم. میگن یه بار ناصرالدین شاه از صدراعظمش پرسید ما در ایران چند تا طبیب داریم؟ نخست وزیر گفت قربان فردا صبح خدمتتون عرض میکنم، منتها ازتون خواهش میکنم وقتی وارد هیئت وزیران شدین چند تا سرفه بکنین. ناصرالدین شاه میاد و سرفه میکنه و هر کدوم از وزیرا یه نسخه براش میپیچن. بعد نخست وزیر میگه ملاحظه میفرمایید همه ملت ایران طبیبن. کاملا همین گونه است جناب مهری. اگر شما یه شبی در یه مهمانی باشید و بگید من مدتی زانوم ورم کرده درد میکنه، همه کسانی در اون مهمانی هستن جز پزشک برای شما نسخه میپیچه. تنها اون پزشک هست که به شما میگه فردا بیا مطب من نگاه کنم ببینم که واقعا موضوع چیست. در مورد کاشکی همچی پزشکی هم برای من پیدا بشه. چون من هم که در مورد کارهای دیگر کسروی، من دو کار کسروی رو در نظر دارم که در دست دارم برای پیوند دادن به این سه کار کسروی که در واقع بیشتر از سه کار، چه خوب میشه، سه کتاب بند. یکی بهایی‌گری است، اسمش سگانه. نمیخواستم به بهایی‌گری بپردازم، ولی در سفرهایی که کردم و پرسشهایی که پیرامون کار کسروی بود من رو برون داشت که این کار رو انجام بدم. امیدوارم که بهایی‌گری کسروی هم تا پایان امسال به چاپخانه فرستاده بشه و حتی بکنم شاید زودتر، شاید سه ماه دیرتر. نه این یک کار رو حتما اصلا از شما هم کمک خواهم خواست. آقای امینی، این بهایی‌گری تاریخش به قدری در هم بر همه، هر کی یه ادعایی میکنه مواظب خودتون باشین، باور کنید. فکرم شاید منظوری که مواظب خودتون باشین از جهات دیگری زندگی، ولی به هر روی ما نه بهتون اعتراض میکنن هر چقدر هم خوب بنویسید. جناب موری من تا حالا کاری نکردم که من اعتراض نکنن. من شما رو کسانی که من اعتراض میکنن هر بار بیشتر افزایش پیدا میکنه و اشکالم نداره. من تا اونجایی که بتونم راستی ها رو بیان میکنم. بله اون که کارتون همینه، هم راستی هاست. بهایی‌گری رو هم اتفاقا اصلا از اینجا شروع شد اندیشه من برای اینکه به این کار بپردازم.
سالهای پیش کاری رو آغاز کرده بودم پیرامون زندگی باب و به انجام هم رسیده، ولی هنوز کار خواهد داشت چون کارهای دیگری هم در این سالها انجام شده که بسیار ارزنده است و با اونها باید پرداخت. ولی در یک سفری که داشتم در سال گذشته، از جمله در دانمارک، به دعوت یکی از هممیهنان بسیار ارزشمندی که در مورد تاریخ خودشون کتاب نوشتن، بله، تاریخ و ستم بر بهائیان نوشتن، گفتگوی پیرامون کار کسروی داشتیم و من از ایشون پرسیدم که نظر شما چی است که من این کار کسروی رو هم با هم اون روش نقد و پانویسی منتشر کنم، و ایشون استقبال کردن و هنگامی که کتاب آماده خواهد شد حتما برای کسانی مانند ایشان هم خواهم فرستاد و داوری های اونها نظر خواهی خواهید کرد. بله حتما، خیلی خوبه. البته آقای امینی ببخشید، در میان همون همیهنان بهایی کسانی هستن که واقعا قدر این چیزا رو میدونن. به نظر من در میان همه همیهنان ما از هر آیینی چنین کسانی هستن، چون یه موقعی شما قصد افشاگری دارید، یه موقعی میخواید یه دینی رو در برابر دین دیگری یا آیینی رو در برابر آیین دیگری بکوبید. شما که میدانید من در برنامه های شما و در برنامه های پیش از شما از شمار نخستین روشنفکران ایرانی بودم که در نه تنها حقوق بهاییان پشتیبانی کردم، بلکه واقعا بر این رفتاری که بر اونها می شود واقعا اشک بر دیده آوردم. ولی بررسی بهاییگری یا بابیگری یا زندگی باب یا زندگی پیامبر اسلام یا شیعیگری، اینها یک پژوهش های تاریخی است، پیوندی با ارزش داشت، ارزش قائل بودن برای آزادی حقوق باورمندان به آیین‌های مختلف نداره. و این است که این کار رو هم در دست انتشار دارم. همچنین باز به پیشنهاد ناشر کتابم، شرکت کتاب، خیلی اصرار داشتن که به کار تاریخ خوزستان هم بپردازم. در اون باره هم کارهایی کردم که امیدوارم تاریخ خوزستان کسروی رو هم بخشی از این کار بکنم. البته کارهای دیگری در دست دارم که چون پرسیدید باید بگم. دو کار دیگر رو در آستانه به هر حال به انجام رساندن دارم. یکی کاری است که در مورد همین زبان فارسی و تاریخ روابط اقوام در ایران کردم و پاسخ به یاوه هایی که در مورد ستم ملی در ایران شده، مجموعی از نوشتارهایی است با یک نوشتار مرکزی تازه، اون رو منتشر خواهم کرد. و دیگری کتابی است که درباره کردار و پندار و شخصیت محمد رضا شاه پهلوی در دست انجام دارم. امیدوارم سال آینده بتوانم به کاری که سالهای پیش آغاز کردم بپردازم و پایان برسانم و اون زندگی و شخصیت رضا شاه است. این پندار و کردار محمد رضا شاه چیزش چیه؟ به اصطلاح مأخذش چیه؟ مأخذش بنیادش یک کتاب است، به همین دلیل هم نام اون رو من گذاشتم شاه علم. شاه علم؟ علم، مانند شیر علم، ما همه شیریم، شیران علم. یعنی در واقع کتاب علم رو بنیاد قرار دادم و دیگران رو، و یک بررسی واقع بینانه سعی کردم از شخصیت محمد رضا شاه انجام بدم در لابلای و هر حال داوری های اسدالله علم، و روی این هم جز به اونهایی بود که خواهد بود که خیلی جالب دشمنان تازهی برای من پدیدار خواهد کرد. آقای امینی، ممکنه برای اون دسته از هممیهنانمون، به ویژه جوانانی که به این برنامه توجه دارند، توضیح بدین که بازبینی های کارهای کسروی و بازسازی جایگاه او که شما بیش از 20 سال است، شاید بیشتر، به اون پرداختید، چه اهمیتی در فرهنگ و سیاست امروز ایران و در تاریخ ایران داره؟ بله جناب مهری، اندیشه حکومت عرفی در ایران یا حکومت سکولار در ایران پیشینه 167 ساله در ایران داره، تازه نیست. ما دو سند بسیار بسیار ارزشمند مدرنیته در دست داریم که اینها پایه فکر مدرنیته در ایران بوده.
یکی کتاب یک کلمه است که عنوانی است که برنامه من هم از اون گرفته شده، کتاب مستشار عادل تبریزی، و دیگری کتابی است که چون نام درازی داره به عربی نام‌آور شده به رساله مجدیه که مجد الملک سینکی نوشته، پدر علی خان امین الدوله، پدر بزرگ امینی، پدر بزرگ دکتر علی امینی. شما آقای امینی با اون خانواده امینی ارتباط دارین؟ نه من هیچ خونه چون از من پرسیدن. بله من، ما عوام هستیم، از خونه بزرگان درمون هیچ چیزی نیست، هیچ ایرادی هم نداره. البته به نظر من خونه آبی در رکاتون نیست. نه به نظر من بهترین حرف راجع به اون خانواده یا اصلا دوره قاجار رضا شاه زده. میدونی خانم فخرالدوله، بله گفته تنها مرد خانواده، گفته این تنها مرد قاجار. خب البته میدونید که گرفتار درگیری حقوقی با هم داشتن سر زمین و خانم فخرالدوله واقعا درگیر شده و رضا شاه دکتر خیلی قشنگی رو در این مورد گفته. البته ببینید این دو کتاب بسیار بسیار ارزشمند هست. فکر حکومت سکولار در ایران همون گونه که در کتاب باز هم بسیار بسیار ارزشمند، به نظر من بهترین کار آدمیت که مربوط هست به دوران سپهسالار، یعنی اصلاحات سپهسالار رو توضیح داده. در اونجا خیلی روشن میبینید که فکر یک حکومت سکولار، حکومت عرفی، حکومت قانون در ایران پدیده 50 سال پیش از مشروطه است. مشروطه موفق میشه، حکومت مدرن سکولار رو هم در ایران ایجاد میکنه و این پرسش برای ما ایرانیان باید همواره و هر روز پیش رومون باشه که چگونه شد پس از اون همه کارهای روشنگرانه، پس از انقلاب مشروطه، پس از قانون اساسی، پس از دوران رضا شاه، پس از روی هم رفته 57 سال پادشاهی پهلوی، اصلاحاتی که در ایران انجام شد، مدرن سازی هایی که در ایران انجام شد، ما گریبانگیر حکومت دینی در ایران شدیم. یعنی می توان پذیرفت و فهمید که چرا افغانستان گرفتار حکومت طالبان بشود، می توان فهمید که از این کشور تازه پای عراق چگونه این درگیری های قومی و مذهبی به وجود بیاید، ولی کشور کهنی مانند ایران، کشوری که انقلاب مشروطه کرده، قانون اساسی نوشته، دوران مدرن سازی داشته، مدرنیته داشته، بسیاری کارهای ارزشمند در اون انجام شده، چرا و چگونه ما با حکومت دینی روبرو بودیم؟ در پاسخ به این پرسش است که ما در میابیم که معدود کسانی بودند، انگوش شمار کسانی بودند که دست گذاشتن به بنیاد کار. یکی از اونها احمد کسروی است و جان خودش رو هم در این راه از دست داد، دست گذاشت روی خرافات، دست گذاشت روی چالش روحانیان برای بازگشت و گرفتن قدرت، دست گذاشت روی اینکه ساختار سکولار ایران ناتوان است. در این 10 سال در عدلیه نشان داد که عدلیه مدرن ایران آنچنان گرفتار فساد، گرفتار عوام‌اندیشی، گرفتار خرافات است که همین عدلیه عرفی هم در واقع تحت تأثیر آخوندها قرار گرفته. مجموعه این دوران رو که نگاه میکنید میبینید که ما نداشتیم کسانی که به بلندای اندیشه احمد کسروی در نقد به خرافات دینی و ضرورت پالایش و اصلاحات دینی در ایران رسیده باشند. آقای امینی این درسته که کسروی گفته ما یه دولت به آخونده بدهکاریم؟ من پیشتر میاندیشیدم که این گفته کسروی نیست تا اینکه سندی پیدا کردم. یکی از نزدیکترین یاران کسروی گفته که او در یکی از سخنرانی های خانگی یا کنار هم که بودند گروهی از یاران کسروی این رو به یارانش گفته، ما یک دولت به آخوندها، یک حکومت به آخوندها بدهکاریم. یعنی میگوید که
بیایند و یک بار حکومت بکنند. این رو در شیگری هم میگوید، بله. میگوید بگیرید و حکومت کنید و ببینید که نمیتوانید. البته به بهای گزاف این کار انجام شد و این کار در ایران انجام شد. این کار در ایران انجام شد. ببینید، من این نمونه رو بارها و بارها در برنامه های سخنرانی هام و در گفتگو با دوستان تکرار کردم. اگر احمد کسروی رو نواب صفوی و دوستانش در اسفند 20 اسفند 1324 نکشته بودند و او زندگی سالمی می داشت و در سال 57 به 80 و اندی سالگی رسیده بود، یکی از نخستین قربانیان جمهوری اسلامی احمد کسروی بود، یکی از نخستین کسانی که به دار می آویختن یا می کشتن احمد کسروی بود. البته احمد کسروی رو خیلی پیش از آن کسانی که در سودای حکومت دینی بودند در ایران کشتن. نخستین رساله جسمش تکه پاره کردن، عکساش هست جناب موری. نخستین رساله رو با نام حکومت اسلامی نواب صفوی یارانش در 1329 نوشتند. نخستین کسانی که از ضرورت پیدایش حکومت دینی در ایران سخن گفتند کشندگان کسروی بودند. همینها بعدها بازماندگانشان جمعیت مؤتلفه رو ساختند و جمعیت مؤتلفه منصور رو ترور کرد. ماجرای خرداد، ماجرای 15 خرداد رو به وجود آورد. پیرامون آقای خمینی حلقه زدن، گرد آمدند و سرانجام هم یکی از نیروهای اصلی بازگشت به قدرت در ایران شدند. این است که کسروی رو باید از نو شناخت. کسروی یک رویداد تاریخی در ایران است، یک شخصیت تنها نیست، یک رویداد تاریخی است. جدا از اینکه شما چه نقدی به رفتار و نگاه و به ادب فارسی دارید، به شعر فارسی دارید، کارهای دیگری که بر روی آدمهای نابغه انجام میدهند و مورد پذیرش نیست، از نقطه نظر آفرینش یک رفتار درست خردمندانه در نقد به خرافات دینی، انسان تک و تنهایی در تاریخ ایران بوده و از این جهت باید ایرانیان او رو دوباره بشناسند. من بسیار شادمانم که در این رهگذر از شمار کسانی هستم که در بازشناساندن احمد کسروی کوشش کردم و امیدوار هستم که کار کوشش من در میان به ویژه جوانان ایرانی تاثیرگذار باشه. آقای امینی، آیا کلیه کارهای باقی مانده کسروی رو که میخواین در دست بگیرین اونها رو به همین شیوه کتابهای قبلی بازبینی و ویرایش خواهید کرد؟ من تنها دو کار دیگر کسروی رو در پیش رو دارم و پس از اون هم به کارهای دیگر نخواهم پرداخت. یکی بهایی‌گری احمد کسروی است و دیگری تاریخ 500 ساله خوزستان. کارهای مانند تاریخ مشروطه ایران کار بسیار بسیار گرانسنگی است که باید دربارش کار بشود. این رو باید جداگانه کار کرد، یعنی باید تاریخ مشروطه نوشت، در مورد مشروطه کار کرد، ولی بنابراین ندارم که بازمانده زندگی خودم رو به بازبینی دیگر کارهای کسروی بپردازم. کار بسیار دشواری است. من دو کار رو در پیش دارم و این دو کار رو انجام خواهم داد، بهایی‌گری و تاریخ 500 ساله خوزستان، و پس از اون امیدوارم دیگران به بازبینی این کارها بپردازن. و خاطرات پدرتون چی؟ اون هم کار انجام شده است که باز به دلیل وسواسی که دارم هنوز مشغول حاشیه‌نویسی و افزایش هستم و نوارهایی که از پدرم دارم جداگانه اونها رو دارم افزایش میدم و امیدوارم اون هم در همین امسال منتشر بشود. دست تنها هستم آقای مهری، اگر لطف کنید یک کوچی بکنید به اورنج کانتی، بیایید اینجا با من هم کاری کنید، ما این کارها رو با هم انجام بدیم. خواهش میکنم، من کوچیکترم. آقای امینی، این اطلاعیه رو دریافت کردم که حاکی از سخنرانی شماست در انجمن روتاری لس آنجلس در هفته آینده. بله، عرض کنم که نوشتند
سخنرانی محمد امینی در کلوب روتری. بله. سرگذشت زبان فارسی. چرا و چگونه پس از 200 سال چیرگی اعراب و 900 سال چیرگی سیاسی تیره‌ها و تبارهای ترکمان، مغول، تاتار و اوغوز، زبان فارسی زبان مشترک و ادبی ایرانیان گردید؟ بله. چهارشنبه 20 جولای ساعت 12 اولمپیک کلکشن. همه میدونن کجاست دیگه، نه؟ همه اونهایی که در این پیرامون همین لس آنجلس و اطراف هستن. بله. 11301 اولمپیک بولوار لس آنجلس. بله. لس آنجلس. بله بله. بله. من فکر کنم بد نباشه جناب مهری، چون همچین مطلبی رو مطرح کردید، از اونجایی که ساعت این برنامه هم با ساعت برنامه من و شما همزمان می شود و بنابراین ما نخواهیم توانست برنامه زنده داشته باشیم، از مدیر تلویزیون درخواست کنیم که یک وقتی رو در اختیار ما در این هفته قرار بدن که من و شما یک گفتگوی درباره همین موضوع، موضوع سرگذشت زبان فارسی، برنامه خالی نمونه دیگه. بله داشته باشیم، که خب نه از یه جهتی هم جالبه، همون موقعی که من اونجا سخنرانی میکنم اینجا هم برنامه باشه و به جای اون برنامه شما هم با من بیایید اون برنامه اولمپیک کلکشن و نارخورانه. بله بله نارخورانه. بله نهارم. بله حتما نارخورانه. بله من حتما از مدیر تلویزیون آقای کارگردان خواهم خواست زمانی در اختیار ما قرار بدم برای ضبط برنامه. البته فکر میکنم شاید بد نباشه که این گفتگو پیرامون زبان فارسی رو پس از برنامه هفته آینده هم باز پیگیری کنیم، چون باورم این هست که برنامه بحث بسیار بسیار جدیدی برای بسیاری از ما ایرانیان هست و به دور از اگر نبوغ فردوسی رو هم بشکافید خیلی عالی میشه. نبوغ فردوسی رو؟ بله، چون به حال نابغه هست دیگه در این کار. بله کاملا. آقای امینی، گفتم من همه چیز شناس نیستم، در اون رشته هایی که توانایی داشتم باشم گفتگو میکنم، بقیرم به گفتگو و سخن حالا استاد. اینقدر فروتنی فراتنانه نکنین آقای امینی. نه واقعیست، من نمیدونم خیلی چیزها رو، چون نمیدونم، ممکنه شیفته کار حافظ و سعدی و فردوسی باشم، ولی نه سعدی شناسم، نه حافظ شناس، نه فردوسی شناس. و اما آقای امینی، امروز بله آغاز هفته پایانی تیر ماه است. بله ماه رویدادها. یکی از پرگفتگوترین رویدادهای تیر ماه ماجرای 30 تیر سال 31 بله که به استعفای قوام السلطنه و بازگشت مصدق به نخست وزیری انجامید. توضیح دارید در این مورد؟ ببینید ماجرا در واقع خیلی پیش از 30 تیر آغاز میشه. اگر بخوایم تنها تاریخ رو مرور کنیم، در اردیبهشت ماه 1331 انتخابات مجلس 17 دوره 17 مجلس به پایان رسید و مجلس تازه‌ای در آستانه گشایش بود. در همون زمان مصدق به همراه یارانش راهی لاهه شدند. خیلی دوران مهمی از تاریخ ایرانه، چون مصدق برای دفاع از حقوق ایران به لاهه رفته. این حقوق مصدق نیست، حقوق پادشاهی نیست، حقوق ملت ایران. و جالب اینجا تمام اسنادی که به دادگاه لاهه ارائه شده به نام دولت شاهنشاهی ایران هست و یکی از دستاوردهای براستی مهم تاریخ ایرانه. یعنی اگر ما در سپهر سیاست خارجی ایران که این همه شکست داشتیم 2-3 پیروزی رو بخواهیم در نظر بگیریم،
یکی پیمان ارزروم هست در دوران امیرکبیر، یکی پیروزی ایران در دادگاه لاهه هست و یکی هم پیروزی محمد رضا شاه در دوران مذاکره برای چیرگی ایران بر بخشی از اروند و پیمان اروند بود. اینها پیروزی های دیپلماسی بزرگ ایران است که در میان اینها باید گفت که پیروزی ایران در دادگاه لاهه یک نگین است در این بزرگترین است، بسیار ارزشمند. البته از نقطه نظر تأثیر ماندگار همه اینها برابر هستند، چون یکی در زمینه نفت است، دیگری ارزروم مرز ایران رو در منطقه غرب ایران تعیین میکنه و پیمان اروندرود در واقع ادامه گفتگوی ارزروم است و بسیار هم مهم است. اینها در سه دوره تاریخی، قاجار، دوره مصدق و دوره محمد رضا شاه، دوران بسیار ارزشمندی در تاریخ ایرانه. مصدق پس از 26 روز سفر لاهه و سفر از اونجا به سوی ایران، در آغاز تیر ماه به تهران باز می‌گردد و شگفت‌آور این است که به جای اینکه نمایندگان مخالف سخت شادمان باشند از اینکه مصدق و یارانش از این حقوق ایران در دیوان لاهه پشتیبانی کردند، پاسداری کردند، به راستی باید گفت که سنگ در مقابله، در برابر کار او نهادند، تشنج بود در واقع در برابر کار او. در مجلس بر پایه سنت تاریخی مشروطه که بناست هنگامی که انتخابات شده و مجلس تازه گشایش می‌یابد، نخست وزیر استعفا بدهد و این سنتی یا تکرار سنته؟ این تکرار سنته، این قانون نیست، این در قانون اساسی نیامده، بخشی از نظامنامه مجلس هم نبوده، ولی رسمی است که از اروپا گرفته شده، رسمی است که از مجلس‌های اروپا گرفته شده که در گشایش مجلس نو نخست وزیر یا رئیس دولت استعفا میده و در بیشتر موارد همون نخست وزیر یا رئیس دولت دوباره برگزیده میشه. این بارها در تاریخ ایران روی داده. مصدق هم بر پای همین سنت استعفا داد و مجلس رأی اعتماد به او داد با اکثریت آرا و شاه همون رو پذیرفت. ولی مصدق پیش از پذیرفتن دست نوشته شاه یا توشیح ملوکانه، رفت به دیدار محمد رضا شاه و یک خواست رو مقابل او نهاد. چند خواست داشت، یکیش مهمترین بود و اون البته در تاریخ آمده وزارت جنگ رو میخواست. ما اصلا وزارت جنگ در اون دوران نداشتیم، وزارت دفاع ملی بود و وزیر دفاع ملی رو هم مصدق تعیین کرد، در واقع فرماندهی کل قوا رو، یعنی آن چیزی رو که شاه در اختیار داشت رو از محمد رضا شاه خواسته بود، یعنی نه تنها وزارت دفاع ملی بلکه ارتقاء درجه دادن به افسران و نظارت بر نیروی نظامی رو از شاه خواست. آقای امینی، یه سوالی دارم ازتون. بله بله. آیا وزارت جنگ تا زمانی بودش که فرماندهی کل قوا در اختیار شاه بود و بله، اون زمان نامش وزارت جنگ. بله. بله، تا اون هنگام، تا سی تیر نام وزارت جنگ، پس از اون هست که وزارت دفاع ملی شد. 8 دقیقه وقت داریم. بله. این درخواست مصدق از شاه بود که معروف است که شاه گفته بود که بس بگویید چمدان هایم رو ببندم و برم، یعنی اگر این رو هم میخواهید از من بگیرید، من دیگه چه کاره هستم. مصدق پافشاری کرد بر گرفتن این امتیاز و شاه برنتابید و در 26 تیرماه مصدق استعفا داد. جالب اینجاست که مصدق حتی موضوع استعفای خودش رو با هیئت وزیران، با یارانش در جبهه ملی در میان ننهاده بود و این رو به آگاهی شاه رساند. خود او میگوید در زندگی نامه و در یادمانده های خودش که کار نادرستی کرده، یعنی اشتباه بوده استعفای او، نباید استعفا میداد، باید گفتگو میکرد. و پس از استعفای او
مجلس رأی اعتماد داد، جلسه تشکیل شد از گروهی از مجلسیان، بسیاری در مجلس شرکت نکردند از هواداران مصدق، رأی اعتماد دادند به قوام السلطنه که میدانید اون دو نامه بسیار تند رو پیشتر به محمد رضا شاه نوشته بود در اعتراض به مجلس مؤسسان، و دربار اون عنوان معروف قوام السلطنه رو از او گرفته بود، جناب اشرف رو. حالا بهش پس داد. اینجا اصلا شرطش این بود که اگر من نخست وزیر بشم جناب اشرف رو هم باید بازگردانند، و شاه فرمان نخست وزیری قوام السلطنه رو به نام جناب اشرف صادر کرد و قوام نخست وزیر شد از 27 تا شامگاه 30 تیر و ماجراهای 30 تیر به وجود آمد و قوام استفاده. برمیگردد به موضوع بین 23 تا 26 تیر، دیداری که میان مصدق و شاه بوده و درخواست مصدق از شاه برای اینکه وزارت جنگ و در واقع فرماندهی کل قوا رو از شاه بستانه. این نکته بسیار جالبه، چون همون گونه که پیش از برنامه با هم گفتگو میکردیم و شما بسیار به درستی یادآور شدید، اصل 50 متمم قانون اساسی به روشنی میگوید، من الان کوشش میکنم که از روی حافظه بگویم، فرمان فرمایی کل قوای بری و بحری در دست شخص پادشاه است. درست میگم؟ شما فکر کنم متن رو داشته باشید. بله. این درخواست مصدق اصلا قانونی بوده؟ پیشینه ای داشته؟ چجوری بوده؟ ببینید، از نظر قانون اساسی فرماندهی کل قوا در دست پادشاه. قانون اساسی دارای جنبه های بسیار گنگ و ناروشن هست. مثلا در زمینه قوه مجریه میگوید که قوه قانونگذاری، شاه رو هم جزو بخش قوه قانونگذاری قلمداد میکنه، بلافاصله روشن میکنه انشاء قانون توسط شاه هست و مجلس سنا و شورا، اما هیچ انشای قانونی نمی شود مگر به تصویب مجلس. یعنی بازی با واژه ها میکنه، شاید هم به دلیل امتیازی که میخواستن با محمد علی شاه بدن. اما این ماجرای سنت داره. رضا شاه گروهی از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور رو جمع میکنه در منزل خودش، هنوز رضا شاه نشده نخست وزیر و میخواسته استعفا بده، و نکته او همین بوده که احمد شاه و برادرش دخالت در کارها میکنند، در کارهای قشون میکنند، و من باید اجازه فرماندهی کل قشون رو یا فرماندهی قوای بری و بحری رو داشته باشم. همه میگن که این قانونی نیست، عملی نیست. در یادمانده دست کم 3 ما این سند رو داریم، از جمله دقیق ترین اونها دولت آبادی است که همه باور بر این داشتن که تنها کسی که میتواند در این زمینه به رضا شاه کمک بکنه مصدق است، چون حقوقدان است و درس خوانده غرب و قانون اساسی رو میشناسه. نشستی تشکیل میشود و مصدق هم در اون حضور داشته و مصدق ارزیابی میکنه که قانون اساسی در این زمینه قابل تفسیره. مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای رو تصویب میکنه که بر پایه ماده واحده‌ای که مصدق طراحی کرده بوده و مدرس هم سرانجام با اون همراه میشود، این گونه ارزیابی میکنند که نخست وزیر سردار سپه رضا شاه آینده میتواند با تصویب مجلس، به ویژه که شاه در کارها در دست نداره، فرماندهی کل قوا رو هم داشته باشه. رضاخان سردار سپه نخست وزیر و فرمانده کل قوا می شود با طراحی و برنامه ریزی قانونی محمد مصدق. از شگفتی های روزگار این است که همین مصدقی که این طرح قانونی حقوقی رو برای گرفتن
فرماندهی کل قوا از احمد شاه به رضا شاه فراهم کرده و پادرمیانی کرده و مدرس را هم قانع کردند که به این رأی بدهد. سالیانی پس از اون پیش پسر رضا شاه می رود، محمد رضا شاه، و بر پایه همون استدلال حقوقی که خود او فراهم کرده بوده که این حقوق رو بر پایه قانون اساسی به نخست وزیر بدهد، از محمد رضا شاه همین حقوق رو درخواست میکنه. درخواست مصدق یک تفسیر اصولی از قانون اساسی است که پایه در واگذاری فرماندهی کل قوا به رضا شاه داره، رضا خان سردار سپه نخست وزیر پیش از اینکه رضا شاه بشود، و در واقع پلکانی بوده برای فراز رضا خان به پادشاهی. این است که پایه در نص قانون اساسی ندارد، ولی پایه در تفسیری از قانون اساسی دارد که به موجب آن احمد شاه رو وادار می کنند که فرماندهی کل قوا رو بر پایه رأی مجلس به رضا خان سردار سپه بدهد. این است که سنت قانونگذاری در ایران در این بوده، کار غیرقانونی نبوده، درخواست غیرمنطقی نبوده، انگیزه ای در این زمینه وجود داشته، چون ایران که بنا نبوده به کشوری اعلام جنگ بده یا در جنگ با کشوری بوده. ماجرا بر سر این بوده که مصدق بیمناک بوده که دربار افسران هوادار رو بلند پایه میکنه، به اونها رتبه میده و حقوق بالاتر میده و این دولت او رو ناتوان میکنه. این برمیگرده به چالش سیاسی که در اون دوران بوده. درست یا نادرست پایه در قانون داشته و کار غیرقانونی نبوده و میتوان گفت که موضوع مورد پذیرشی در اون دوران به شمار میآمد. دستون درد نکنه آقای امینی عزیز، خسته نباشید. تا هفته آینده. هفته بعد از آینده اگر دوستان وقت بدن که من و شما برنامه رو ضبط کنیم. وقت میدن. خیلی ممنون و با سپاس از شما، با سپاس از همه همیهنانی که به این برنامه ها توجه میفرمایند. آقای امیر، از شما هم که کارگردانی این برنامه رو داشتید تشکر می‌کنم. سپاس می‌کنم.